سلام همراهان عزیز شاینی، هدا خاکرند هستم. با آموزش حاشیه دوزی در خدمتتون هستم. تو این حاشیه دوزی با استفاده از متریال جواهر دوزی و سرمه اومدیم یک حاشیه دوزی بسیار زیبایی رو اجرا کردیم که قابل اجرا هستش برای لبه آستین، یقه و پایین پیراهن و مانتو. حاشیه دوزی خیلی خوشگلی میشه هر جایی که حاشیه کار رو بخواید شما تزیین کنید، حتی روسری، و اینکه بسیار زیبا و شکیل هستش. حتما اجراش بکنید تا آخر این ویدیو همراه من باشه، چون یک سری نکات مهم و کلیدی رو قراره توی این آموزش بهتون بگم. و از اینکه کانال یوتیوب شاینی آرت رو سابسکرایب کنید از شما سپاسگزارم. حتما زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا آموزش های بیشتر و متنوعتری رو بتونید دریافت کنید. همراه من باشید تا انتهای این ویدیو. حاشیه دوزی، من میام حاشیه آستین یا یقه یا پایین مانتو لباس رو میتونیم با این حاشیه دوزی جواهر دوزی بکنیم. توی این مدلی که الان میخوام آموزش بدم احتیاج داریم که لبه کار رو، البته با یه مقدار فاصله، دو تا خط موازی هم دیگه به این شکل داشته باشید. لبه آستین رو فرض کنید به این صورت هستش و فاصله میدید به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر از لبه آستین. حالا میایم با استفاده از نگین متری روی این دو تا خط رو، نگین متری رو قرار میدیم و دوخت میزنیم، که من قبل از دوخت میام یه مقدار به پشت نگین متری هام، به فلز نگین متری هم یه مقدار چسب میزنم برای اینکه بهتر و راحت تر بتونم دوختم رو انجام بدم، یعنی روی کار فیکس بشه. به این صورت من دو سمت این در واقع کارم رو، طرحم رو نگین متری میچسبونم با استفاده از طولی که میخوام کار بکنم و قطع میکنم میزانی که میخواد قرار بگیره. شما با توجه به سایز آستینتون و دور آستینتون یا حاشیه کارتون نگین متری رو باید وصل بکنید و دوخت بزنید. حالا میام با استفاده از نخ و سوزن من این فاصله دوتا نگین ها رو بست میزنم. ببینید، برای بست زدن نگین سوزنتون رو از یک سمت نگین میارید بیرون و وارد سمت مقابلش میکنید به صورت کاملا مستقیم تا تار نخ دقیقا بیفته بین دوتا نگین ها. یه مقدار جلوترش این کار رو تکرار میکنم برای بست بعدی و احتیاج نیستش که تمامی بست ها رو شما دوخت بزنید. همین که در واقع محکم بشه نگین متری روی کار کافی هسته، چون شما قبلش هم یه مقدار چسب زدید به پشت پای نگین متری و محکم قرار گرفته روی کار. به این حالت این بست رو هم دور تا دور کار، دور تا دور آستینتون روی نگین متری هاتون رو بست میزنید. حالا سوزنم رو با فاصله 1 سانت از لبه نگین متری میارم بیرون و شروع میکنم به دوخت متریال. برای وارد کردن متریال دو تا منجوق و دو تا کریستال رو همزمان با هم دیگه وارد سوزنم کردم و به این صورت شیب کارتون رو میتونید بیشتر کنید تا این متریال کاملا معلوم باشن و حالت پل و برجسته قرار نگیرن. دوباره من سوزنم رو از این قسمت در واقع دوختی که انجام دادم میارم بیرون، دو تا منجوق و دو تا کریستال رو وارد سوزنم میکنم. این دوخت رو لبه کار تکرار میکنم، ببینید، به این حالت، و به لبه نگین متری سوزنم رو وارد میکنم. این دوخت رو من میام تا بالا سمت مقابل هم به همین صورت تکرار میکنم تا حاشیه کارم دوختش انجام بشه.
مرحله بعدی کارم من میام با استفاده از کریستال ما بین دو تا نگین متری ها رو دوخت میزنم، به این صورت که سوزنم رو از یک قسمت از کار میارم بیرون، از سمت یکی از نگین متری ها میارم بیرون به این شکل. حالا دو تا کریستال، حالا بستگی به فاصله این در واقع فاصله نگین ها داره، کریستال هم سایز ریز هستش، کریستال سایز دو هستش، به این صورت از یک سمت به سمت مقابل میرم و یه دونه دوخت میزنم، یه دونه اندازه یه دونه نگین متری فاصله میدم، اندازه یه دونه نگین از نگین متری ها. دوباره من سه تا کریستال دیگر رو وارد سوزنم میکنم و یه دوخت میزنم به صورت شیب دار. این کار رو من تکرار میکنم تا بالای در واقع طرحم با این شیب و با این تعداد پیش میرم جلو. مرحله بعدی دوختمون، من میام با استفاده از سرمه قطعات سرمه رو قیچی میکنم و میام این فضاها رو به این شکل پر میکنم. ببینید سوزنم رو از داخل فضای ایجاد شده میارم بیرون، یه تیک از سرمه رو وارد سوزنم میکنم و میام سمت مقابل این قسمت این شکل. دوباره من میام سوزنم رو از این لبه بالایی میارم بیرون، قطعه بعدی سرمه رو وارد سوزنم میکنم و میارم به این شکل این قسمت پایین در واقع کریستال ها. این حالت و همینطور میام این دوختم رو ادامه میدم از زیر کریستال های ردیف قبلی که دوخت زدم، از یک سمتش میارم بیرون، اگر از سمت راست هستش تو زنتون رو از سمت راست میارین و بعد میاد به سمت چپ زیر کریستال های ردیف پایینی. دوباره از زیر همین کریستال هایی که الان دوخت خورده سوزنتون رو میارید بیرون، از سمت راست یه تیکه سرمه رو وارد میکنید، میاید سمت چپ و زیر کریستال های ردیف پایینی. همونطور که میبینید این حاشیه دوزی تکمیل شد. من دو طرف کار رو با استفاده از منجق و ملله شکسته دوخت زدم. مرکزیت کار دو تا نگین متری بود و روی کار وسط کار در واقع با استفاده از کریستال و سرم ما اومدیم تزئینات لازم رو انجام دادیم. بسیار زیبا میشه برای دور آستین، در واقع دور یقه، پایین پیراهن و مانتو این حاشیه دوزی فوق العاده زیبا و شکیل میشه، ظرافت خیلی زیادی رو داره و براقیت و جلوه بسیار خوبی رو داره. حتما اجرا بکنید روی لباس هاتون و ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. از اینکه کانالمون رو سابسکرایب کردید از شما سپاسگزارم. زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا آموزش های بیشتری رو بتونید ببینید.